با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. آقا خبر براتون دارم. چه خبری؟ فضایی درجه یک و البته دشمن سوز. امروز ظهر یه ماهواره دیگه با همون ماهواره بر معروف که خیلی ها میگن به راحتی میتونه موشک قاره پیما بشه رفت فضا و یه رکورد جدید به نام ایران ثبت کرد. ماهواره بر قائم صد با موفقیت محموله خود را در مدار 750 کیلومتری قرار داد. قائم صد که قابلیت حمل تا 100 کیلوگرم رو داره، در سومین پرتابش ماهواره تحقیقاتی ثریا با جرم تقریبی 50 کیلوگرم رو در مدار 750 کیلومتر دایروی قرار داد. بر اساس داده های دریافتی از ماهواره، عملیات تزریق در مدار به خوبی و با دقت انجام شده و همکنون داده های تلمتری ماهواره در حال دریافت است. با پرتاب این ماهواره، تحقیقات بسیاری از زیر سیستم های توسعه یافته شده توسط پژوهشگاه فضایی ایران هم در شرایط تست مداری قرار میگیرن و راه واسه توسعه سریع صنعت فضایی کشور هموارتر میشه. ضمن اینکه این پرتاب قدمی مهم در راستای افزایش توانمندی تزریق ماهواره در مدارهای بالاتر محسوب میشه. واقعا چی بودیم چی شدیم؟ ماهواره پرت میکنیم، اونم در این مقیاس. برف باریدن ها عجیب تر شده نسبت به 40 چند سال قبل. تبدیل به قدرت موشکی منطقه و چه بسا جهان شدیم. اصلا یه وضعیه. جمله رو شما تکمیل کنین دوستان. حالا یه خبر توپ دیگه هم براتون دارم، از این برانداز سوستر. سازمان ملل اعلام کرده که ایران از 18 مارس ریاست کنفرانس سازمان ملل متحد برای خلع سلاح هسته‌ای را بر عهده خواهد گرفت. معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای. بذارین در این مورد به وقتش، یعنی از 18 مارس به بعد، صحبت‌های بسیار زیادی خواهیم کرد. فقط همینقدر بدونین که ایران با این اقدام به شدت دستش بازتر خواهد شد و شک نکنین یه سری اقدامات عملی هم خواهیم داشت. احتمالاً تا ساعات آینده یه سری فوش جدید از جماعت برانداز رونمایی خواهد شد و مثل دفعات قبلی سازمان ملل رو محکوم و فوشباران خواهند کرد. فکر کن آدم چقدر میتونه ابله و احمق باشه که بخواد سازمان ملل رو محکوم کنه. حالا تا بحث اینا هست، این کلیپ هم از لیدر فراریشون ببینیم با هم دیگه. ظاهراً چند تا خبر فوری هم داریم. هر ماشینی که اومد انقدر نتونست خودش رو کنترل بکنه که یکیش ایربگش باز شده. نگاه کن، این ایربگش اصلا باز شده اینا. و من از اون دور خودمو نتونستم کنترل بکنم، زدم به این بر بعد زدم به اون بر. تکون ماشین من خورد به این دیواره، داشتم مرگ و جلو چش خودم دیدم. چون از این دیواره وقتی خورد به این دیوار میتونست بیفته پایین، ولی من زنده‌ام. حالا همین اتفاق اگه تو ایران میافتاد جمهوری اسلامی مقصر بود، ولی الان نه، مشکلات آب و هواییه. بریم سراغ خبر فوری که خدمتتون عرض کردم. حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی دمشق دقایقی پیش به دنبال شنیده شدن صدای چند انفجار در غرب دمشق، برخی منابع از حمله رژیم صهیونیستی به حومه این شهر خبر دادن. تلویزیون سوریه در این راستا اعلام کرده که انفجار ساعاتی قبل مربوط به حمله به یک ساختمان مسکونی در محله المزه در دمشق بوده. رسانه‌های اسرائیلی اما مدعی شدن که یک مقام نظامی ایران که مسئول انتقال سلاح و مهمات به سوریه بوده در این حمله ترور شده. هارتس طی خبر فوری نوشت یکی از فرماندهان ارشد سپاه و جهاد اسلامی را در سوریه ترور کردیم. این ادعاها در حالی مطرح شده که جهاد اسلامی طی بیانیه‌ای تمام این ادعاها و ترور فرمانده سپاه را تکذیب کردند. جهاد اسلامی تصریح می‌کنه همه کشته شده‌ها در حمله به دمشق غیر نظامی هستند. اخبار مربوط به ترور
ترور یکی از رهبران سپاه صحت ندارد و این خبر توسط رسانه‌های اسرائیل برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی خود در ترور رهبران مقاومت فلسطین منتشر شده. فعلا جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده دوستان. اگر این خبر درست باشه قطعا میتونه دوباره منطقه رو شعله ور کنه و شک نداشته باشیم که این بار زاویه موشک‌ها کمی تغییر خواهد کرد، حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. با تمام اینها فعلا نمیشه در این راستا نظر قطعی داشت. ویدیوی بعدی رو از دست ندیم که خبرها به شدت داغ خواهد بود. این اقدام در حالی صورت گرفته که رژیم صهیونیستی به حملات کور و هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی شهرت داره و این مورد صدای مزدوران خودش رو هم درآورده. امروز در لندن اثر 10 تا انگلیسی 8 تاشون میگن اسرائیل محکوم باید به یه راه حل سیاسی برسه. یهودیان 2000 سال آواره بودن، در همه کشورها کشتنشون، 6 میلیون نفر قربانی دادن چون کشوری نداشتن، ارتشی نداشتن. 75 سال به اسرائیل ظلم کردن، ستیز کردن، اسرائیلی کشتن، انفجار. میگید 7 میلیون 6 میلیون اسرائیلی کشته شدن، آیا منتظر این 6 میلیون فلسطینی هم کشته بشن که بعد بگیم اینا حق دارن؟ نه دیگه. ببینین آش چقدر شور شده که اپوزیسیون ایران که یه روزی از همین نتانیاهو حمله نظامی به تهران گدایی میکردن همچین حرفایی میزنن. ادامش رو ببینیم. پاسخ نوریزاده به منشه امیر به شدت جذابه. میشود با همین 24 هزار تایی که کشتن حداقل به فلسطینی ها مجال بدن؟ داشتن به صلح فکر میکردن، من باشون حرف نمیکردن. آقای نوریزاده همه نمیکردن، اسرائیل فقط دنبال صلح. الان 10 سال که الان اگر انتخابات آزاد بشه در کرانه باختری این رو نظرسنجی کردن، 83% از مردم کرانه باختری به حماس رأی خواهند داد. از این واضح‌تر نمی‌شد اعتراف کنه. حالا تا بحث غزه هست، یه خبر عجیب هم بهتون بدم. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادعای بسیار عجیب گفته که اسرائیل از حماس برای مقابله با تشکیلات خودگردان فلسطین حمایت مالی کرده است. بوریل در سخنرانی در دانشگاه وایادولید اسپانیا گفته که دولت اسرائیل در تلاش برای تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری فتح حماس را تأمین مالی کرده بود. واقعاً هیچ نقطه‌ای از شعور مخاطب تابش نمونده که تر نزده باشه بهش. آخه اینقدر سناریوی تخیلی جناب بوریل، بهتره گذر کنیم. این توهمات در حالی مطرح شده که رئیس جمهور آمریکا که به تازگی راهکار تشکیل کشور فلسطین رو برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها پیشنهاد کرده، با مشروط کردن تحقق این راهکار به استعفای نتانیاهو، گفته که نتانیاهو با همه راهکارهای دو دولتی مخالفت ندارد. نتانیاهو هم در واکنش به این ادعاها گفته به آمریکا اعلام کردیم که با تشکیل کشور فلسطین در هر صورتی مخالفیم و تا نابودی حماس به جنگ ادامه می‌دهیم. این در حالیه که خیلی از تحلیلگرا حتی در فلسطین اشغالی امکان تحقق این هدف رو زیر سوال بردن. اظهارات بایدن و نتانیاهو در شرایطی مطرح شده که در داخل فلسطین اشغالی درخواست‌ها برای برکناری نتانیاهو از قدرت شدت گرفته. ایهود باراک نخست وزیر اسبق اسرائیل و گادی آیزنکوت یکی از اعضای کابینه جنگی نتانیاهو دیروز از نخست وزیر اسرائیل خواستن انتخابات زود هنگام برگزار کنند و از قدرت کناره‌گیری کنه. ایهود باراک در یادداشتی ضمن اعتراف به اینکه حماس در غزه شکست نخورده خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام در فلسطین اشغالی شده بود. بعد اینا مدعی حمله به تهران و سر مار هستند. از انصار الله یمن هم خبر رسیده که بدجوری غربی ها رو نقره داغ کرده. بلومبرگ در گزارشی ضمن اذعان به عدم تضعیف توانایی های انصار الله یمن در دریای سرخ در نتیجه حملات آمریکا و انگلیس نوشته که این دو کشور غربی در حال بررسی راهکارهایی برای تشدید حملات خود هستند. این رسانه ای آمریکایی نوشته تمرکز تلاش های آمریکا و انگلیس را جلوگیری از رسیدن کمک های ایران و انجام حملات تهاجمی تر در یمن تشکیل می دهد. بلومبرگ خاطر نشان می کنه که عملیات یمنی ها در دریای سرخ نرخ بیمه کشتی ها را افزایش داده و شناورها را مجبور به تردد از مسیرهای طولانی تر و پرهزینه تر از طریق جنوب قاره آفریقا برای عدم عبور از دریای سرخ کرده است. نگرانی آمریکا و انگلیس اینه که روی آوردن به عملیات های تهاجمی تر ممکنه به درگیری مستقیم بین
ایران و آمریکا منجر بشه و باعث ایجاد تقابل‌های در منطقه. بلومبرگ نوشته با وجود این، انجام این رایزنی‌ها از این درک نشأت می‌گیرد که مجموعه حملات آمریکا و انگلیس در یمن تا به حال موفقیتی در مهار این گروه یا تضعیف توانایی آن برای انجام عملیات در دریای سرخ نداشته است. در واقع یمنی‌ها وعده دادند که حملاتشون رو تشدید خواهند کرد. خب مثل اینکه متاسفانه اخبار ترور نیروهای قدس سپاه در سوریه هم تایید شده دوستان و برخی از خبرگزاری‌های داخلی به نقل از مقامات آگاه در این نقطه خبر دادن در این حملات دو تن از نیروهای سپاه به شهادت رسیدن. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.